تجارت میان ترکمنستان و افغانستان در کدام بخش ها بیشتر بوده و تحکیم روابط میان کابل و اشقابات از چه نگاه ارزشمند می باشد در مورد این مسائل صحبتی داریم با محترم آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان که از کابل مهمان برنامه ما اند آقای حافظی سلام بر شما خوش آمدین خب در اول از آغاز بکنیم که سطح تجارت بین ترکمنستان و افغانستان به چه حد است و کدام امتعه میان این دو کشور بیشتر داد و ستد میشه به نام خدا و با تقدیم سلام به شما و بینندای محترم تلویزیون آشنا ترکمنستان با ما مهمترین قلم وارداتی ما را تجارت می که عبارت از انرژی است نفت و گاز و همچنان قیر که هر سه از این ماده های بسیار مهم است و حجم تجارت ما هر سال رو به گسترش است و از کیفیت خوب برخوردار است بله خب افغانستان در شمال با سه کشور آسیای میانه تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان همسر است اما با ترکمنستان روابط حسنتری داشته دلیلش چیست؟ خب روابط حسنه بله که شما فرم بودین با هر سه کشور ما روابط حسنه داریم و با ترکمنستان تجارت بیشتر داریم چون اینا منابع انرژی فراوان در اختیار دارن و قیمتایشان ارزان است به افغانستان است به خاطر ما با اینا تجارت داریم و دیگه بزرگترین پروژه منطقوی که عبارت از تاپی است که ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان به هم از طریق انرژی وصل میکنه و پایپلین گاز به او میرسه از طریق افغانستان این یک پیوند بسیار مستحکم است که در تاریخ اقتصادی افغانستان بی است و آوازهای وجود داشت که گویا با خوب شدن روابط امریکا با ایران ممکن است پروژه ملتوی شود و به از او یک پروژه دیگه خود ایران و پاکستان گاز خود معامله کنن که قبلا هم اقدام کرده بودن اما در سفر جلاد ما رئیس جمهور ترکمنستان قبل از همه فهمیده شد که این پروژه به قوت خود باقی است و در حدود یک هزار میلیون دلار سالانه از بابت از این مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد افغانستان عاید به دست خواهد آمد و امسال این پروژه شروع میشه و علاوه او برق ارزان 500 مگاوات هر هم به ما اختیار ما قرار میته و این برای ایجاد صنایع سنگین بر افغانستان بسیار مفید است خب ترکمنستان تمایل نشان داده که در روند صلح افغانستان هم ممد واقع شود در پروسه علاوه بر مسائل اقتصادی چی نفع برای ترکمنستان وجود خود داشت و مهمتر از همه از چی طریق <coughs> کمک کننده واقع شده میتونه جغرافیه اقتصادی و جغرافی سیاسی ما و همسایه‌های ما تقریبا به هم بسته و به هم مربوط است اگر افغانستان ناامن شود احتمال از که ذخایر نفت و گاز ترکمن باشی در طرف خط هم صدمه ببینه بسیار زیاد است به این خاطر دفاع از افغانستان دفاع از ترکمنستان دفاع از افغانستان دفاع از ازبکستان و همچنان تاجکستان و چین است و ایران به این خاطر اینا کلشان باید مشارکت داشته باشند و حتی پاکستان ولی ترکمنستان یک کشور هست که همیشه رابطه حسنه با ما داشته و حتی در زمان طالبا هم رابطه خوبی با طالبا یاد داشتن و به عنوان یک کشور بی طرف جانب هیچ کس نگرفته بودن و به شکل افاقی برخورد داشتن به این خاطر احتمال ازی ای که اینا بالای طالبان هم موثر باشن و بالای پاکستان هم باشه وجود داره و میتونن اینا در صلح افغانستان نقش خوب داشته باشن آقای حافظی سرمایه گذاران ترکمنستان در کدام بخش ها در افغانستان میتونن که سرمایه گذاری بکنن و آیا شما برای جلب سرمایه گذاری او اونا کدام تلاش به دادین شما میدانید که اقتصاد ترکمنستان اقتصاد متمرکز دولتی است و تمام منابع انرژی و عواید به دست دولت است و امی که ترکمنستان بر ما گاز میده تیل میده از بازار بورس خود و همچنان برق 500 مگاوات به قیمت ارزان میته امی حد علای مناسباتی است که ما با و داریم و در تاپی هم نقش افغانستان یا بارز میدانند در پالی از او ما به شما کنم که ای افغان ها که ترکمستان سرمایه گذاری کردن برعکس ما تاجرای ما اعضای شرکت های نفت و گاز افغانستان در ترکمنستان سرمایه‌گذاری بسیار زیاد کردن ترمینال های ایجاد کردن ترانسپورت های ایجاد کردن ترانسپورت بسیار مواد و ذخایر ایجاد کردن در اونجا در قسمت های شاجوی دا دا و اینجا و وضع روابط ما برعکس است یعنی که ترکمنستان در افغانستان کنه افغانستان در ترکمنستان کنه ا... یک یا... موضوعی که پیشتر در خبرها یاد شدی بود که رئیس جمهور غنی گفت که تا ماه فوریه آینده کار آه... احداث خط آهن تا آقینه آه تکمیل خواهد شد راجع به اهمیت اقتصادی این نقطه اگر کمی معلومات بتین فعلا خط ترکمنستان تا بشاجو از شاجوی تا ترکمنستان فاصله بسیار زیادی نیست و کارهای مقدماتی شروع شده و امیدوار هستم که زودتر ای ساخته شود و علاوه به او جلاد جمهور ترکمنستان گفتن در سخنهای خود که ما را از اقینت تا با مزار شریف و از مزار شریف تا حیرتان و از حیرتان تا سرحد تاجکستان در شرخان بندر هم تنبید میکنیم و همچنان خط دیگی را از تور به طرف اسلام قلعه و هرات هم ما رو می میکنیم و این یک کار خوب است و اواید بسیار خوب بر افغانستان داره و تسهیلات ترانزیتی و تجارتی را در افغانستان زیاد میکنه و ترانسپورت ارزان تر از نظر به ترانسپورت ترک تشکر از شما آقای آفیزی ممنون